الهی ما انا باول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي ما انا باول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعای روز هفتم اگر میل دارید با من هم بخوانید. اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه و جنبنی فیه من هفواته و آثامه و رزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المضلین. یکی از مسائل مهمی که انسان را به کمال میرساند و موجب تمامیت عمل صالح او می شود، چنان که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، ورع یحجزه عن معاصی الله. فرع که مؤمن را از مخالفت با اوامر الهی باز می دارد. خب حالا چیه ورع؟ در لسان روایات این عبارت زیاد اومده، شاید با این مطلبی رو که عرض میکنم معنی ورع بیشتر روشن بشه. در کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق میفرماید: از زهد من یحب ما یحب خالقه. زهد این است که انسان چیزی را دوست بدارد که خدا دوست می‌دارد. بعد می‌فرماید و یتحرج من حلال الدنیا ولا یلتفت الی حرامها. از حلال دنیا هم تا اونجایی که می‌تواند به اندازه استفاده می‌کنه و دوری می‌کنه از زیاده روی، و به مسائل حرام هم توجهی ندارد. بعد در حدیث چنین آمده: اعلی درجات الزهد ادنی درجات الورع. حالا بالاترین مرتبه زهد، کوچکترین و پایینترین پله و مرحله ورع است. پس ببینید، ورع یک مقامی است خیلی بالاتر از زهد. پیغمبر می‌فرماید تمامیت عمل انسان اون ورعی است که انسان را از گناه کردن حفظ می‌کند. اینجاست که در دعای روز هفتم آمده: اللهم اعنی فیه علی صیامه. خدایا با اون ورعی که به من لطف می‌کنی منو کمک کن که من بتوانم با نیروی تو
روزه های خودم رو بگیرم و گرفتار گناه و مفترات روزه و آلودگی هایی که روزه مرا خدشه‌دار می کند نشم. پس اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه. نمازهایی که در ماه مبارک رمضان، البته طول سال نماز هست و به خصوص نمازهای پنجگانه واجب، ولی در ماه مبارک رمضان بسیار است نمازهایی که خداوند متعال از لسان پیغمبر اکرم بر ما ارزانی داشته که این نمازهای هر شب رو که ممکنه مراجعه کنید به کتاب شریف مفاتیح الجنان، اونجا مرحوم حاشیخ نقل کردن مفصلا، انسان بتونه این نمازها رو واقعا بخونه. و نمازهای مستحبی خیلی با ارزش است که به خصوص نماز شب، اون کسانی که موفق هستن و شبها میتونن قبل از سحر، قبل از اذان صبح نماز شب رو بخونن، این یه توفیقی است، واقعا نصیبی است که به هر کس ندهندش. این توفیق رو انسان از خداوند متعال بخواهد که روزهای ماه مبارک رمضان بتواند روزه بگیرد و دچار مرضهای بدنی و مرضهای روحی نشه، یا مفترات روزه، یا چیزهایی که روزه رو کم ثواب میکنه. مثلا غیبت کردن ثواب انسان از بین میره، چه بسا انسانی غیبت انسانی رو کنه در حال روزه و ثواب او رو در دفتر نامه عمل او بنویسن. خدایا تو خودت مرا کمک کن که بتوانم روزم رو به نحو احسن انجام بدم و نمازهایم رو به نحو احسن بخوانم. بعد در دعا آمده و جنبنی فیه من هفواته و آثامه. خدایا از اون چیزهای پرتگاه‌هایی که در ماه مبارک رمضان ممکنه برای هر کسی پیش بیاد مرا نگه دار و از گناهانی که ممکنه خدای ناکرده به اونها آلوده بشم خودت ما رو نگه بدار. هفوات، چه بسا انسان عبادتی را انجام بده اما ناگهان برای ولو یک لحظه شده تو پردگاه قرار بگیره. مثلا لحظه ریا کردن، علما می فرمان اگر کسی در نماز خودش لحظه ریا کنه، یا الله اکبر رو بگه به یک زبان، فرض بکنید صدای بلندتر رساتری که کسی بشنوه و این احساس رو به خودش دست بده که اگر فلانی صدای مرا شنید به من عقیده بیشتری پیدا میکنه، مثلا به این معنی، خب این نماز او باطله، خلل پذیر نماز او، اشکال داره. یا روزه میفرماید بایستی از اول وقت تا آخر وقت روزه نیتش قربت الله، برای رضای خدا باشه. اگر یک لحظه انسان غفلت کنه که من این روزه ای که گرفتم، مثلا تصمیم میگیرم الان برم روزه خودم رو باطل کنم، اگر انسان تصمیم بگیره و بره به طرف فرض کنید آب یا غذا، برای چند لحظه ای بخواسته باشه روزه خودش رو باطل بکنه به این نیت، بعدم فرض کنید پشیمان شد، میفهمد این روزه رو باید غذاش رو به جا بیاره چون روزه باطل شد، نیت از اول روزه تا آخر روزه به قربت الله برای رضای خدا نبود. اینا هفواته. عبادت بایستی خالصا و مخلصا برای خداوند متعال باشه و اگر جزئی از عبادت که به قول آقای علما اقل و اکثر ارتباطی است، اگر جزئی از عبادت باطل شد تمام عبادت باطله. همونطوری که اگر کسی یک دقیقه مونده به وقت شرعی عمدن افطار کنه، خب تمام این ساعتهایی که روزه گرفته باطل، باید همه رو تکرار کنه. حالا اگر کسی یک لحظه ریا کنه در روزه، یا یک لحظه روزدار نشه، تصمیم بگیره که از این حالت در بیاد، عرض کردم مثلا بره به طرف آشامیدن آب، گرچه آب نیاشامید اما همین که رفت به طرف افطار، رفت به طرف بطلان روزه، این نیت به او، نیت او خراب شد و روزه او اشکار پیدا میکنه، بنابر رأی عده زیادی از فقهای مذهبی. خب پس از خداوند متعال میخواییم یک، خدایا بر روزه ها
و نمازهای این ماه ما رو کمک کن و از گناهان و لغزشگاه های این ماه ما رو نگه دار. ورزقنی فیه ذکرک بدوامه، خدایا ذکر خودت رو به ما ارزانی بدار. این ذکر خدا البته به دو معنی آمده، یک همونی که قرآن می فرماید وذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، ذکر کثیر رو پیغمبر اکرم فرمودن این پنج ذکر است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که اینو در نماز همتون حفظید می خونید و یک پنجم هم اضافهش کنید ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکر کثیر. وذکر الله، به یاد خدا باشید، زبانتون زبان ذاکری باشه، همیشه به یاد خدا باشید. ورزقنی فیه ذکرک، خدایا ذکر خودت رو به ما ارزانی بدار. یکی از معانی ذکرم اومده یاد خدا بودن، که انسان همیشه اون جایی که بین دو راهی قرار میگیره و در وقت امتحان و در محک امتحان به یاد خدا باش، که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه میفرماید اتقوا معاصی الله فی الخلوات، در خلوتگاه ها که میتوانید گناه کنید و کسی اونجا شما رو نمیبینه، آبروتون هم مثلا محفوظ میمونه، اینجا خدا رو معصیت نکنید. کارگر از سر کار آمده، جگرش آتش گرفته از گرما، آفتاب خورده، روزه داره، الانم در منزل کسی نیست، فرض بفرمایید سر یخچال میبینه میوه خیلی خنک یا آب سردی در مقابل او هست، هیچ کس هم او رو نمیبینه، میتواند اینجا آب سرد بیاشامه یا میوه خنک رو نوش جان کنه، اما خب حرام این کار. اینجا می فهمد تقوا پیشه کنید، به یاد خدا باشید در وقت گناه. یا فرض بفرمایید شهری رفته، خدای ناکرده با چشمش به ناموس مردم افتاده، هیچ کس هم او رو اینجا نمی شناسه، وسائل معصیت و گناه برای او آماده است، اما به یاد خدا افتادن برای رضای خدا دست به گناه نمی زنه. این هم یک نوع ذکره که در روایت آمده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن که روزی لقمان حکیم، لقمانی را که خدا در قرآن می‌فرماید ما به او حکمت را آموختیم، به فرزند خودش گفت فرزندم من از پیامبران زیادی را خدمت کردم، شاگردی کردم در خدمتشون و 4000 کلمه رو جمله رو من از اونها آموختم، این 4000 رو خلاصه کردم در 400 و اون 400 رو در 40 و اون 40 را در 4 کلمه خلاصه کردم و اون 4 کلمه این است: دو چیز رو همیشه به یاد دار و دو چیز رو همیشه از یاد ببر. اون چرا که بایستی همیشه به یاد داشته باشی، اول خدا رو به یاد داشته باش، دوم مرگ را، که همونی که ما میگیم مبدأ و معاد. اول این که بدون همه جا خداوند متعال ناظر است بر اعمال تو، شاهد است بر اعمال تو، این یک. به یاد خدا باش که الان هم همینو اینجا میخواییم، خدایا این رو به ما، این رزق و روزی رو به ما ارزانی بدار که ما همیشه به یاد تو باشیم، غفلت نکنیم از یاد تو. به یاد خدا بودن عرض کردم یکی همون ذکر زبانی است، یکی ذکر به عنوان یاداوری که همیشه خدا شاهد و ناظر است، دوم مرگ رو هیچ وقت از یاد نبر. هر لحظه ممکن است انسان از دار دنیا بره، در هر لحظه. من خودم در یکی از کشورهای عرب بودم و جایی دعوت بودیم، اخبار رو گذاشته بودن توی تلویزیون، اتفاقا تو اخبار و هنریش نشون میداد که یه مطربی در حال زدن روی اون ویالون یا اون وسیله‌ای که داره و ترانه خوندن، در همون لحظه یک مرتبه قلب ایستاد و فوت کرد. همین سال گذشته یکی از دوستان عزیز ما مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد مهدی خورشیدی روز اربعین
و روز جمعه بعد از نماز مغرب عشاء با حالت وضوء روی منبر بعد از 22 دقیقه سخنرانی یک مرتبه همونجا نفسی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. خب اون در حال طرب و این در حال وعظ و ارشاد روی منبر آقای امام حسین در خانه امام حسین از دار دنیا رفت. اینها پیش میاد. نکنه انسان خدای ناکرده از مرگ غفلت کنه، چه بسا انسان در حال گناه خدای ناکرده از دار دنیا بره. ورزقنی فیه ذکرک بدوامه. خب اون روایت لقمان رو هم تمام کنم. فرمود فرزندم چهار چیز رو آموختم، دو چیز رو از یاد نبر که خداست و مرگ، و دو چیز رو همیشه از یاد ببر. یک، اگر به کسی خوبی کردی هیچ وقت منت بر سر مردم نذارید. شما خوبی کردی، تو خوبی میکنه در دجله انداز. خداوند متعال میداند که شما خوبی کردی، به دیگران خوبی کردی، خدا ناظره و خوب بلد پاداش شما رو بده، اما به شرطی که ذکر نکنید و به کسی نگید. پس اگر کار خیلی کردید برای رضای خدا کردید. دو، اگر کسی به شما بدی کرد، بدی مردم رو از یاد ببرید، کینه مردم رو تو دل نذارید. یکی از خوبی های ماه مبارک رمضان اینه که انسان رو شستشو میده واقعا. حالا همین امشب تصمیم بگیریم عزیزان، ما هنوز تو دهه اول ماه مبارک رمضان هستیم، اگر کسی به ما بدی کرد، اگر کسی ما رو ناراحت کرده، الان دلهای خودمون رو پاک کنیم و همه رو ببخشیم تا خداوند متعال هم ما رو ببخشد انشاءالله. ورزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقی که یا هادی المضلین. ای خدایی که خودت هدایت میکنی تمام گمراهان رو، اما توفیق رو تو بایستی بدی. خدایا لحظه آنی ما را به خودمون وا مگذار. در دعا هست اللهم ما بنا من نعمت فمنک لا اله الا انت. خدای ما هرچی داریم از تو داریم، ما از خودمون چیزی نداریم. اگر توفیقی دادی نماز شبی بخوانیم، عبادتی کنیم، اینها همه از توست. پس در دعام این اومده، به توفیقک، خدایا تو توفیق بده. ای خدایی که گمراهان را هدایت میکنی. خب ممکنه کسی سوال بکنه پس گناه گمراهان چیه؟ یه عده‌ای رو گمراهان خدا هدایتشون نکرد، یه عده‌ای رو خدا هدایت کرد. جواب این است که خداوند متعال به تمام گمراهان وسیله هدایت رو داده که اول همه همون عقل باشه. یه عده عقل خودشون رو به کار میبرن و واقعا خدمت میکنن به خودشون، عقلشون رو به کار میبرن. یه عده هم هستن که عقل خودشون رو به کار نمیبرن. خب طبیعیه اون کسانی که عقل خودشون رو به کار نمیبرن اونا همیشه در گمراهی میمانند، اما اون کسانی که در این ماه مبارک رمضان از گذشته‌های خودشون پشیمون شدن، خدا اینها رو توفیق میده، خدا این گمراهان رو هدایت میکنه. هادی المضلین، گمراهانی که از کرده های خود پشیمان شدن، با ذکر خدا، با یاد خدا، با نمازهای مستحبی در این ماه، با روزه های این ماه خودشون رو با دیگر مؤمنین همرنگ کردن. انشاءالله خدا به همه اونها توفیق علم و عمل خواهد داد. پس دعا رو یک بار دیگر با من بخوانید. اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه. خدایا کمکم کن که در این ماه مبارک بتوانم روزه های این ماه رو خوب انجام بدم و نمازهای این ماه رو، به خصوص نمازهای مستحبی و نماز شب رو، توفیق بده بتونم خوب انجام بدم. و جنبنی فیه من هفواته و آثامه. خدایا از لغزش ها و گناهانی که ممکنه دوچار اونها بشم مرا خودت نگه دار و دور دار از این گناهان که عرض کردم در حلقه های قبل. پیغمبر اکرم در خطبه آخر ماه شعبانیه یه جمله جالبی دارن، میفرماد ان الشیاطین مغلولتون فی هذا الشهر. خداوند متعال تمام شیاطین رو در این ماه به غر و زنجیر کشیده، اونها بر شما سلطه‌ای ندارن در ماه مبارک رمضان. اما خب
چیزهای دیگری هست که وزیره گناهه. شهوات انسان زنده است، بیدار است. هوای نفس، غرور دنیا، مجالس لهو و لعب، مجالس گناه، مجالس غیبت، اینها ممکن است انسان را تا حدودی از معنویت به دور بکشد. و لذا در دعا می‌خوانیم خدایا ما را از این مجالس حرام و از گناهان و از لغزش ها خودت نگهدار. ورزقنی فیه ذکرک بدوامه، خدایا برای همیشه اما لااقل در طول این ماه ذکر خودت رو به ما رزق و روزی بفرما، همیشه به یاد تو باشیم. ذکر خدا رو حالا چه اون تسبیحات اربعه و اون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و چه ذکر بر صلوات بر محمد و آل محمد که پیغمبر فرمودن کفه ترازوی اعمال صالح شما رو سنگین میکند این ذکر صلوات، صلوات بیشتر بفرستیم. اون عزیزانی که وقت زیادی دارن میتونن وقت خودش رو پر کنن با قرائت قرآن، یا اونایی که قادر به قرائت قرآن نیستن سوره قل هو الله احد رو بیشتر بخونید. مستحب انسان لااقل در ماه مبارک رمضان 1000 بار سوره قل هو الله رو بخونه و 1000 بار سوره انا انزلناه رو بخونه که ثواب خیلی زیادی داره. البته تمام اینها به توفیق الهی است، اگر خدا توفیق نده ما قابل نیستیم. اما اونی که خدا لطف میکنه، به ما نفسی داده، صحت سلامتی داده، آبرویی داده، امان داده، والحمدلله در پناه خدا، در امان خدا، در این در ظل صحت و سلامتی خودمون از خداوند متعال توفیق بخوایم که اینها همش توفیقات الهی است. برای همیشه انشاءالله موفق باشیم و باشید انشاءالله. از همه شما یکایک عزیزان التماس و دعا دارم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. Oh.